تصویری که با دیدنش واکنش‌های زیادی را در میان افغان‌ها برانگیخت. جوانی که در شفاخانه ایران روی تخت است و موتر حامل و همراهانش با شلیک پلیس ایران آتش گرفت. او در شفاخانه دستش به تخته بسته شده. این جوان کی است؟ در قریه دوردست در ولسوالی گلدره کابل به خانه این جوان می رویم. اکرام 17 ساله یگانه پسر خانواده اش است. حالا مشغول دهقانی در کنار خانه اش است. درباره سفرش به ایران صحبت می کند. سفری که جنجال برانگیز شد و او را در کانون توجه رسانه ها قرار داد. دلته چې راغلو ما تصمیم ونیو پروسه کال دې نه مخکې هم دوه ځلې زه ترکیه ته تللی وم. پروس کال مې تصمیم ونیو تلمه ترکیه ته، خو دوه ځلې ونیول چې سا کال مې بیا تصمیم ونیو چې لاړ شم خارج ته. دغسې ایران کې په موږ برید وشو او بس دغسې حادثه را پیښ شو. بیا زه یوه میاشت هسپتال کې وم، بیا راغلم خپل وطن ته. اکرام میگوید به دلیل بیکاری خواست مهاجرت کند، اما شلیک نیروهای ایرانی نه تنها مسیر او را بلکه سرنوشتش را تغییر داد. سر دغه پیخه وشو، زخمی شو، هسپتال کې و او بس اوس په دې زخمونه لرم، په دې نشم کولی دلته دې کانی وکم. دا خپه مې زخمی ده، دلدم زخمی ده، دلدم داسې زخمی ده، اوس زه دلته نشم کولی چې دلته دا دې کانی وکم. مجبور یم بیا تصمیم ونیشم لاړ شم. او نیمه روز دهقانی می کند و نیمه دیگر را هم درس می خواند. در سفر بعد که دوستانش را به کام مرگ کشان به دلیل بیکاری ناگزیر است دوباره رخت سفر ببندد. چی کلا من خامه سرک و چی کلا عمومی سرک تا سپوخ سرک تا دا غلطه رو را گولا نچاغا گرا بنده و که چی ودره گئی نچاغ خو نباد و نمسو کولی دل دیر تیم که پا من دازی شروع سوی یوان دوان تقریبا ضربه په من ختم شوی. رازی وسو چا سار سوک ولگی دل سو زخمیان شول. پدر اکرام میوه گل میگوید با پسرش ظلم شده. زه ظلم ور سره اوس زه ظلم کافر سره مې په اور کې اوس زه زل بیا اور زه د پاسپټال کې ول چکو بیا سلو ول میاست نه روسه سلو راز زه ته نه ډوډۍ ور کوله نه دوايي ور کوله بیا له هسپتال نه بیا راغنم روسه په خپل پیسو. اگرچه بسیاری از جوانان افغان می دانند که سفر به خارج از کشور دشوار است، اما برخی از آنان به دلیل بیکاری، فقر و جنگ این خطر بزرگ را می پذیرند. سفر می کنند و حتی گاهی به کام مرگ می روند.